انتشار نخستین تصاویر تلسکوپ جیمز وب. به دنبال رونمایی از نخستین تصویر تمام رنگی تلسکوپ فضایی جیمز وب در روز دوشنبه که توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت، ناسا مجموعه دیگر از تصاویر این تلسکوپ قدرتمند را رونمایی کرد. نخستین تصویر تلسکوپ جیمز وب گروه بزرگی از خوشه‌های کهکشانی باستانی را نشان می‌دهد که در آغاز تولد جهان هستی، یعنی بیش از 13 میلیارد سال پیش به وجود آمدند. تصویری که پیش از این هرگز دیده نشده بود. پس از انتشار نخستین تصویر جیمز وب، ناسا از تصاویر دیگر این تلسکوپ نیز رونمایی کرد. از جمله این تصاویر می توان به سحابی حلقه جنوبی یا 8 انفجار، مجموعی از 5 کهکشان معروف به نام 5 خلوی استفان و سحابی شاه تخته اشاره کرد. جیمز وب قدرتمندترین تلسکوپی است که تاکنون به فضا پرتاب شده. بخترشناسان امیدوارند تصاویر آن بتواند زوایای پنهان بیشتری از جهان هستی را آشکار کند. مشخص شدن علت مرگ نخستین مومیایی باردار مصر. دانشمندان لهستانی که سال گذشته موفق به کشف نخستین مومیایی باردار مصر باستان شده بودند، اعلام کردند این زن مومیایی شده به احتمال زیاد بر اثر تومور موجود در جمجمه جان خود را از دست داده است. نتایج رادیولوژی نشان می‌دهد که تغییرات ایجاد شده در ناحیه نازوفارنکس که در قسمت پایینی پشت جمجمه قرار گرفته، بر اثر فرایند مومیایی شدن به وجود نیامده و این تغییرات بر اثر سرطان نازوفارنکس ایجاد شدند. همچنین پایین بودن سن این زن به هنگام مرگ میتواند احتمال مرگ او بر اثر سرطان را تایید کند. این مومیایی از سال 1917 در اختیار دانشگاه ورشوی لهستان بوده است. کشف منشأ دقیق سنگ مریخی مشهور. کیهانشناسان استرالیایی از کشف منشأ تک سنگ مریخی مشهور موسوم به زیبایی سیاه که در سال 2011 در صحرای بزرگ آفریقا کشف شد خبر داد. کیهانشناسان با استفاده از الگوریتم‌های ماشینی و ابر کامپیوترهای مستقر در غرب استرالیا، هزاران تصویر ثبت شده از سطح مریخ و ابعاد دهانه‌های این سیاره را با یکدیگر مقایسه کردند و در نهایت به وسیله هوش مصنوعی موفق به پیدا کردن مکان جدا شدن زیبایی سیاه شدند. طبق اعلام دانشمندان، زیبایی سیاه حدود 1.5 میلیارد سال پیش و پس از برخورد یک شهاب سنگ به مریخ و ایجاد دهانه‌ای موسوم به خجیرت، واقع در نیمکره جنوبی این سیاره به وجود آمده است. این تک سنگ سپس حدود 5 تا 10 میلیون سال قبل و به دنبال برخورد یک شهاب سنگ دیگر به سیاره سرخ به فضا پرتاب شده و سر از کره زمین درآمده است. زیبایی سیاه با قدمت حدود 4.5 میلیارد سال از قدیمی ترین سنگ‌های مریخ کشف شده در زمین محسوب می‌شود. روشی جدید برای ذخیره‌سازی اطلاعات در DNA. محققان آمریکایی موفق شدند در فرایندی موسوم به ماشین تایپ DNA جملاتی را در DNA سلول‌های زنده به شکل رمزگذاری شده قرار دهند. این فرایند روشی جدید برای ذخیره‌سازی آسان اطلاعات در این بخش محسوب می‌شود و در آن بخش‌های کوچکی از DNA در محیطی به نام نوار DNA از چپ به راست چیده می‌شوند. تاکنون نیز محققان بیش از 4000 نماد مخصوص برای تشکیل جملات رمزگذاری شده به وجود آوردند. DNA محیط فوق‌العاده متراکم است و با یک گرم از آن توان حدود 215 میلیون گیگابایت اطلاعات را ذخیره کرد. دقیق ترین دستگاه تشخیص ماده تاریک. دقیق ترین دستگاه تشخیص دهنده ماده تاریک با حساسیتی 50 برابر بیشتر از دستگاه پیشین فعال در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است. ماده تاریک از رمزآلودترین اسرار جهان هستی محسوب می شود و طبق نظریه‌های مطرح شده درباره آن، این ماده در فضا وجود دارد، اما به دلیل اینکه نور را منعکس نمی کند قابل مشاهده نیست. با وجود غیر قابل مشاهده بودن ماده تاریک، حضور آن را می توان به طور غیر مستقیم از طریق مقیاس بزرگ جهان هستی و همچنین تاثیرات گرانش بر ماده مرئی نتیجه گرفت. جدیدترین دستگاه تشخیص دهنده ماده تاریک در حال جستجوی نوعی خاص از آن به نام ذرات سنگین با برهم کنش ضعیف است. فرضیه‌ها نشان می‌دهند که این ذرات در آغاز کیهان به وجود آمدند و هنوز هم باقی ماندند. ذرات یوچ شده از طریق گرانش و نیروی هسته‌ای ضعیف با ماده مرئی در تعامل هستند و ناهنجاری‌های نجومی مرتبط با ماده تاریک را ایجاد می‌کنند. وجود مهارت کشاورزی در نوعی موش. محققان آمریکایی کشف کردند به غیر از انسان، نوعی موش موسوم به موش دالانساز برای آینده غذایی خود به قدری اهمیت قائل است که به کشاورزی می‌پردازد. این موش پس از انسان دومین پسنداری است که به کشاورزی می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد موش‌های دالانساز برای افزایش غذایی خود که بیشتر از ریشه درختان و گیاهان از جمله درخت کاج درازبرگ تشکیل شده، با ایجاد تونل‌هایی در زیر زمین و استفاده از ادرار و مدفوع خود به عنوان کود، ریشه‌های گیاهان را پرورش می‌دهند. اقدامی که خود نوعی کشاورزی به حساب می‌آید.
پیش از این هم مشخص شده بود حشراتی مانند مورچه، سوسک و موریانه دارای نوع خاصی از کشاورزی هستند. اما موش‌های دالانساز پس از انسان تنها پستاندارانی هستند که اقدام به کشاورزی می‌کنند.